روزهای خوب زندگی من تو این خونه گذشت. پیش از اونی که پام به این خونه برسه خیال می کردم عشق اون سر دنیاست و من این سر دنیا. باورم نمی شد که منم دلی دارم که می تونه بتپه، چشمی دارم که عشق بریزه و لبی دارم که بخنده. هیچ وقت گمون نمی کردم قلب سنگ من به تپ و تاب بیفته و بلرزه. اما بالاخره یه روز بهار تقدیر من هم شکفت و در دروازه طلایی خونه بختم رو دیدم. همه ی روزهای زندگی رو میتونم فراموش کنم و عباد بسپارم، اما اول اردیبهشت سال 73 رو در قاب دلم نگه میدارم، چون متعلق به منه، به شکوه کریمی که زیر نمنم بارون بهاری تو حاشیه خیابون ایستاده بود و منتظر بود که اونو به خونه بخت ببرم. دیدش زیر پام علف سبز شدم و یه رب دیگه معطلم کردی میزدم به چاک. صد بار بهت گفتم اگر اینجوری جلو رو انگیز خانم کرماتو برخورد کنی معاملمو جوش نمیخوره. ایوا دیگه پاکی یادم رفتم که من کیم، یعنی قراره کی باشم. عیبی نداره چش رو هم بذاری یه جور قلم بسالم به وسط میفهم که حس کنی. آدم ستو بنداز دور. وا اینم جزء قرارداده؟ بنداز دور. خوب شد؟ نه گفتم آدم ستا بنداز دور، لج منو در نیار دختر. ببین دختر جون، من دارم سعی میکنم که تو یه خانوم درست حسابی بشی، درست مثل خود خانوم. پس به حرفم گوش بکن. خانون تشو آوردن؟ میفرستیم میاد. بله بفرمایید. هست. بیا تو دختر. بله بله. بله متوجهم. نه شما اصلا نگران نباشید. مطمئنم. سلام آقا. بله حتما. سلام خانم. سلام. سلام خانم. سلام. ببخشید شما لطفا بیرون تشریف داشته باشین. چند دست خب این میدونه من ازش چی میخوام؟ بهش گفتم خانم. ولی مطمئن نیستی؟ خیالتون راحت باشه خانم، باهاش صحبت کردم. تو شما دانشجوی سال سوم دانشکده ادبیات هستی، کم و سنجیده حرف میزنی، آدامس نمیجوی، داد نمیزنی، بلند نمیخندی و در ضمن پیانو هم بلدی که بزنی. واسه سر جا دختر. توی من نگفتی من قرار نقش نوی به تو رو بازی کنم. قرار همونیه که خانوم فرمودن. پول بهت میدم که هر چی میگم گوش کنی. نمیستم پول میشه پروفسور درست کرد خانم جون. من پروفسور نخواستم، یه عروسی خواستم که سرش به تنش بیارزه، موقر و متین. بگو چش. چش. بله. گفت چش خانم، شما نگران نباشید. یک کمی پول بده من. چشم. بله.
بفرمایید خانم. این قسط اولت، خرج لباسم با من. خدافزم وحا، فردا صبح میام دنبالت. چشم. سلام خواهر جو، خوب نگام کن ببین چه شیک شدم. خانوم شدی. حالا من بدون که پام به مدرسه رسیده باشه دانشجوی سال سوم دانشکده نمیدونم چی چیم، مؤدبم، اینه و آب خوردم، پیانو میزنم و باید به همتون بگم شما. هدایت از کار اومده خوابیده. بی بریم کارت دارم. چه کار داری؟ یک سال کرای اسمت خانم، پای حلب روغن، دو کیسه برنج، اینم خرج بچه ها، اینم خرج خونه. خواهرم به من اطمینان نداشت و فکر نمیکرد من بتونم طبق قرارم عمل کنم و سر سامون بگیرم. حیوانکی هدایت، شوهر خواهرم، اهل نق و نوق هم نبود. یعنی خدایش هر مرد دیگه ای بود علم شنگه را میانداخت و عذر منو از این خونه میخواست. هدایت مثل یک برادر بود، جور منو کشید تا بالاخره سر و کله وهاب پیدا شد. راستش رو بخواهید وهاب رو همین شوهر خواهرم به من معرفی کرد و یا در واقع منو به وهاب نشون داد. خب خانم، خانم ها میشه یه بار دیگه ازت بپرسم چی کاره ای؟
من دختر دایی شما سال سوم دانشگاهم، درسم خوبه، کوشته مرده موسیقی هم، با مامانم مردن، از مشهد اومدم تهران تا لیسانس از این چیزا بخونم. خب اگه ازت پرسه چی؟ نمیپرسه. تو از کجا میدونی؟ تو و اون خانم گفتین نمیپرسه، گفتین نمیره پرسجو کنه که من راستوسکی دانشجو هستم یا نیستم، مگه نه؟ خب آره. منم گفتم اگه بره دانشگاه سراغ منو بگیره، اون وقت افتضاح میشه. بعد من مجبورم اول راستشو بگم، بعد فلنگو ببندم بزنم به چاک. لات بازی در نیار. چشم. ولی آقا پسر تیتیش مامانی شما فهمید که من تو همین یه هفته بیشتر هلفتونی چپیده بودم، گناهش گردن تو اون مادام. اگه دختر خوبی باشی نمیفهمه. طوری زمینه رو چیندم که بویی نبره. اونقدر به من اطمینان داره که کنجکاوی نکنه و مضمون نشه. تو ابد که نمیشه بهش درو گفته سرش شیر مالی. بگه میشه. تو سر شیطونم شیره میمالی. پس حواستو خوب جمع کن. دختر مؤدب و معقولی باش. اگه نتونستم گند قضیه در اومد چی؟ اصلا شما چرا نرفتی یه دختری که آکبن مؤدب و محجوب باشه دستو پا کنی؟ روهنگیز خانم دلش نمیخواد آتیه یه دختر خونواده دارو تباه بکنه. قربون دل نازکش برم. برو بیرون، من خودم چمدونا رو میارم. چیزی هم ناخونک نمیزنی. خب اونجا چی کار میکنی؟ بیار تو. چشم. عینکتو بزن.
سلام خانم. تو به خدا اعتقاد داری؟ بله، دست شما درد نکنه. خیال میکنه خودم مال شماست خانم جون. میدونی منظور من چیه؟ منظور شما هرچی میخواد باشه، اما ما مخلصشیم. مخلص کی؟ خدا خانم. پس قسم بخور که قرارمون به علیرضا بروز نمیدی. این راز باید بین من و تو باقی بمونه. قسم نمیخواد خانم، ما قول دادیم سر قولمونم میمونیم. پس خاطر جمع باشه. آره، خیالتون تخت باشه که ما خیت نمیکنیم، یه جوری خالی بندی میکنیم پسر بونوره علیرضا. علیرضا. بله، چشم. یه مجسمه کوچیکه، اشکالی نداره. نه از شما وعید خانم شکوه پیرزاد، شما که از یه خانوادی اصل نسب دارید نباید خطا کنید. مؤدب، موقر، متین، خوشبیان و بنده شکوه کریمی دانشجو سال سوم رشته ادبیات هستم. کشته مرده موسیقی هم از داشته باشم. خوشبختم. منم علیرضا. بله، علیرضا عظمت، آقای عظمت. شما به موسیقی علاقه دارین درسته؟ ساکسفون میزنم، شما چی؟ من پیانو میزنم، البته به خوبی شما نه، اوستای اوستا نیستم، یلخی یه دنگ دونگی را میندازیم دیگه. این خیلی خوبه. چی خوبه؟ که هم اهل ادبیات هستید، هم اهل موسیقی. خب استعداد مادرزادیه، کارش نمیشه کرد. به چی میخندی؟ مگه حرف خنده داری زدم؟ نه، معذرت میخوام، منظوری نداشتم. عیز از اون با ما کاری نداری؟ ما میخواییم بریم. اجازه میدید خانم؟ بیدی بچه هم معرفی میکنم، خانم شکوه کریمی دختر دایی وهاب خان هستن، ادبیات میخوانن اما اهل موسیقی هم هستن. خوشبختم خانم. ما هم خوشبختیم. دوستان من بابک، افشین با هم تو ارکستر سمفونی کار میکنیم. خانم از جا موازنه بده میشیم. میبینم اتون دیگه. خوشحال شدیم خانم. نگاشید بچه های شوخی هم. دوست دارید اتاق کار منو ببینیم؟ بله البته، خواهش میکنم. خواهش. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید بشینید.
این ساز عشق زندگی منه. دلتون میخواد صداشو بشنوی؟ بله البته، خیلی دوست دارم. چه آهنگی میخوایی براتون بزنم؟ آهنگ با یا آهنگ آروم بزنید. چشم. هزار بدبختی جلوی خندمو گرفتم و به صدای سازی گوش دادم که حتی اسمشو نشنیده بودم. اما روزای بعد دیگه دلبسته این ساز شده بودم و هر وقت علیرضا ساکسفون میزد احساس میکردم منم مثل بقیه آدمها قلبی دارم که در سینه‌ام میتپه. علیرضا درباره خودش، مادرش، پدرش و همه چیزهایی که دوست داشت حرف زد. اما من بیشتر از اونی که حواسم به اون باشه مراقب چشمهای نگران روح‌انگیز خانم بودم که میدونستم از پشت پنجره به ما زل زده. مطمئن باش دختر مناسبی برات انتخاب کردم. من کاری به مناسب بودنش ندارم مادر. این منم که شرایط مناسبی ندارم. من خیلی صبر کردم، دیگه نمیتونم بیشتر از این صبر کنم. چند ماه فکر کردم تا تصمیم گرفتم این کار بشه. در واقع باب بهم جرأت داد. تو که از دل من خبر نداری مادر. مادرم میخواد من ازدواج کنم. بارها منو برده خواستگاری، ولی نمیدونم چرا تا هیچ دختری نتونست من تلس کنید. خواهد من مهره مار نداشتن تفلکیه. مهره مار چیه؟ مهره مار همونیه که مرد رو تلس میکنن. شما دارین؟ کلام الله مجید ربانی، یک جام آینه و یک گلچمدان و تعداد 14 عدد سکه یک بهار آزادی به نیت 14 معصوم که برزمه آقا داماد آقل علی لزا دین است این در مطالبه شما به شما بپردازد. وکیلم بای Thank you.
پذیرایی، فهمیدی؟ علی رضا جان، استاد دارم هست میگم. خیلی لطف کردید استاد. میبخشید اگر پذیرایی در شأن شما نبود. خیلی لطف کردید بچه‌ها. علی جان شما باید راحت بشید. امیدوارم که خوشبخت بشید. زندگی خوبی داشته باشید با هم دیگه. متشکرم. مواظب علی ما باشید. پسر بسیار خوبیست. و از شما خواهش میکنم که برای ترانه‌هایی که در آینده میخوای بسازی یک نغمه‌ای هم برای زندگی خوب خودت بساز. درسته شماست. خانم خیلی خوشحال شدم. خانم خیلی خوشحال شدم. علیزاده لطفا
الو دکتر، خسته نباشین. چند لحظه گوشی خدمتتون. مرسی. الو دکتر. سلام علیرضا. بله بله استفاده. بله دکتر. چشم. شما تشمی میارین؟ بله حتما حتما. الان میان خدمت. تو اینجا چی کار میکنی؟ برو بالا سر شوهرت. این شده به قدرش سر نخالی میکنه؟ هرچه باشه عروسشی. علکی هم که شده باید من که بگیرم عده در بیارم. میخوای عده عروس سیاوخت در بیارم؟ حالا وقت این حرفا نیست دختر. علی داره از بین میره. بد یا خوب شوهرته. برو بالا سرش. آیت خدایی بخش سیسیو. آیت خدایی بخش سیسیو. دکتر میخواد با تو صحبت کنه. من؟ چرا من؟ از نظر دکتر تو زنمونی و باید همه چیزو بدونی. بیا آدم ستو بنداز دور.
بفرمایید. قهوه میل دارید؟ نخیر. ببینید خانم، من یه پزشکم، با عادت دارم حرفم رو راحت و سرد بزنم، البته آدم سنگدلی نیستم. شما تازه ازدواج کردید و قطعا میدونستید که علیرضا بیماری مهلکی داره. بله. رشد تومور در مغز در عرض این دو ماه زیاد بوده و نتایج آزمایشات انجام شده نشون داده که درمان شیمیایی هم در اون اثری نداره و اگر همینطور ادامه داشته باشه تا چند وقت دیگه علیرضا. بله طفلک. متاسفم، نمیدونم چی شد، یه وقتی تون پوک شده انگار تو خلل روا شدم. افتضاح شد؟ نه نه، ولی بعد جوری تلپ شدی. چی شدم؟ زبارت در رفت، گمونم مالی این بود که یه بار رو پای استادی و مهمونه خوشبش کردی. شاید دکتر. سلام، صبح شما بخیر. سلام. سلام. ببینید خانم، عرض نکردم، انگار نه انگار که دیشب ما رو زاورا کرده. ماشاءالله نگاه کنید رنگ روشو، سرخه، سر مره گنده. ماشاءالله. مادر جان، دکتر آمد عیادتت؟ امروز صبح اومد. خب چی گفت؟ گفت چیز مهمی نیست، ولی مرخصم نکرد. خب علی جان، دکتر خیال کرده که خودتو زدی به تمارز که خونه بخت نری. سابقه داشته که عروس یا داماد وسط معرکه پشیمون شدن و واگو داشتن به فرار. ای بابا، تر به سر بچم نذار. آهاب، میتونی شکوه بری خونه؟ حتما جانم، بریم دختر جان. دختر خوبی بودی، بندو که آب ندادی. بند رو به آب ندادم، اما خودم برباد دادم. نکبت داره از سر رو میباره. نه نیستم دیگه، داره آقم میگیره. همین امروز میزنم به شاک، بقیه پولم مال خودتون. مزخرف نگو، تو تا تای خط باید باش باشی. با کی؟ با آدمی که مثل اتوبوسای دروازه غار به روغن سوزی افتاده؟ نیستم. مهرم حلال، جونم خلاص. معلومه نون دوستی زیر دندونت مزه کرده. پول حلال. حلال؟ تو به این کسب و کار میگی نون حلال؟ گوش کن دختر، اگر بخوای جر بزنی میدم دست کلانتری پدرتو در میارن. بگم زرشک، حال بد نمیشه آن وهاب؟ بر پدر مادر کسی لعنت که تو رو از آشغال دونی در برد انداخت زبال دونی. غیر از دینه؟ Thank you.
علی رضا از بیمارستان مرخص شد ولی نیومده خونه. عقل همه تون پار سنگ برمیداره، اوزه همه تون خیته. شکو اون برگ ماینه رو خونده، حالا دیگه فهمیده سرطان داره. از بیمارستان رفته که خودشو تو شهر گم و گور کنه. تو تنها تویی که میتونی اونو برگردونی خونه. شکو منو تنها نذار. کم کن، منو تنها نذار. این خونه غم زده رو ترک نکن. تو تنها کسی هستی که میتونی علیرضا رو برگردونی به این خونه. کمکم کن، خواهش میکن. گوش کن، قلبم داره میترکه. خانم راه‌انگیز عظمت دیگه اون زن مغرور و متفرعن نبود، یک مادر بود، یک مادری که روزی صد بار میمرد و زنده میشد و به همه چیز و همه کس چنگ میانداخت تا بلکه بچهش روزهای آخر عمرش رو خوشبخت زندگی کنه. بله، راه‌انگیز عظمت بانوی مغرور و اشرافزاده که پس و پشتش به نمیدانم کدوم فخر و دوله میرسید به پای من افتاد و التماس کرد که کمکش کنم. من نمیتونستم دست رد بر سینه مادری بزنم که دو سه ماه دیگه تنها گلی که در باغچش رویده بود پرپر میشد. الو؟ علی رضا جان، مادر، قربون صدات برم، تو کجایی؟ منو که کشتی؟ ها؟ آره آره، گوشی دسته، بیا میخواد با تو صحبت کنه. چطوری داماد فراری؟ تو که ما جون به سر کردی؟ کجای اصلا تو؟ رو چشم اومدم اومدم، خدافظ. دست بالا، شما به جرم فرار از خونه؟ بیا بشین شکو، میخوام خیلی جدی با صحبت کنم. چقدر خوب، من عاشق ور زدنم، به خصوص جدی هم باشه. خب بگو ببینم که اسم دست کی جیم شدی، من یا مامانت؟ از دست خودم، از دست تو، از دست مادرم، هم از دست همه. همه به من دروغ میگن، همه منو گول میزنن. من برگه معاینه دکتر رو دیدم. برگه چی چیو؟ برگه ویزیت، برگه معاینه. خب من سرطان دارم، میفهمی یعنی چی؟ من تا دو سه ماه دیگه میمیرم و اون وقت مادرم اینو از من و تو پنهون کرده. حالا؟ حالا چی؟ انگار نفهمیدی من چی گفتم. چرا؟ من تو به چه زبونی برمیزنی؟ من سرطان دارم، دارم میمیرم. میدونستم. میدونستی؟ تو میدونستی اون وقت؟ ببین شوهر جون، نه من شوهر تو نیستم، یعنی دیگه نیستم. همین فردا میریم محضر و از هم جدا میشیم. من شر حرفه. گوش کن شکو، خیلی جدی دارم با صحبت میکنم. منم همینطور، پس را بیفت بریم خونه. تو داری ترحم میکنی، درست همون چیزی که من ازش متنفرم و بهشش نیازی ندارم. آخه کدام دختر عاقلی؟ گفته من عاقلم. ببینم نکنه مادرم تو رو فریب داده، یا شاید
ببین دختر جون، اگر نیاز به پول داری هر چقدر بخوای بهت میدم، ولی تو اصلا مجبور نیستی با آتیش من بسوزی. اگه بخوای همینطور وسط بلوار وایسی هوار بکشی، ممکنه مامورا بریزن سرمون رو کت بسته برن دیوونه خونه، چون به همه چی شباهت داریم جز آدمای عاقل. من تا تکلیفم با تو روشن نشه خونه نمیام. خیلی خوب، دو تا جیغ بزنم تکلیفت روشن میشه. آه! شکو دختر دیوونه، پس را بیافت بریم خونه، تا هرچی دلت بخواد بر بزن. خانم اومدن. مادر، خواستم با شما صحبت کنم. چی شد؟ بالاخره چی کار کردی؟ ما که هرچی تو چنده داشتیم رو کردیم، بقیهش با شماست. نفهمیدی یکی دلخوره؟ چه میدونم از همه تون؟ وحاب خان، شکر رو ببرید. علی رضا حق داره، اون نمیتونه زن اون باشه. فردا میریم محضر. چشم خانم، مجبورم کرد این حرفا رو بزنم. کی مردش میخواد من از این خونه بیرون کنه؟ خب گوشتو بکن آقای علیرضا از من، اگه میخوای جر بزنی اسم طلاقو به میون بکشی، اون وقت حالم بد میشه. بعد خر بیارو با قالیبار کن. شد؟ هان؟ شکو، شکو. بله. خدایا از دست تو. از اون شب به بعد دیگه همه چیز از دستم در رفت. نمیدونستم ادای عشق رو در میارم یا واقعا عاشق شدم. سرنوشت شبیه دریای متلاطمی بود و من فقط میتونستم در این دریای طوفان زده دست و پا بزنم و چشمم به آسمون باشه تا بلکه اونی که اون بالاست خودش منو نجات بده. چطورم وهاب؟ موازه باش نشکنی عروس خانم.
صبحانه شما حاضر قربان؟ نمیخوام. میخوای برم وسط کله پاچه بگیرم؟ نه. حلیم، عدسی، آش. نه نه نه. میافتی صبح بخیر قربان سینی صبحانه مدل یه ژورنال راستوریز کردم گمونه بهش میگن صبحانه انگلیسی آب پرتقال، پنیر تبریز، نان سنگک، کره، تخم مرغ خواهش میکنم شکو هر وقت باست از پنجه و ستارش نرم کنی یه بس تریاک میذاره میشه خواهش کنم از امو جانتون صحبت نکنی؟ خیلی دلت بخواد ستاری میزد که حض میکردی شکو خواهش میکنم بذار تمرکز داشته باشم چرا مثل بچه روسو داد میزنی؟ من اصلا نمینویسم اصلا نمیخوام بنویسم نمیتونم این آهنگ رو تموم کنم مگر زوره پایین داری میری وایسا کارت دارم چی شده؟ چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده؟ کجا داری میری؟ Thank you.
نگفتم دنبال من نیا. ها؟ دنبال من نیا. اگر بیای من میدونم با تو. باشه. باز کنید. تو اینجا چیکار میکنی؟ هر زن آقا وطن نشق داره شوهرش رو تعقیب کنه. اگه ازت خواهش نکرده بودم که دنبال من نیای. طبق آمار 30 تا 40% زنهایی که به شوهرشون اعتماد میکنن هووگیرشون میاد. تو دیوانه ای دختر؟ من که تو عاقلی؟ اون روی سگ منو بالا نیار شکو. عیبی نداره، منم دورو دارم. منطور رو من بجن که سگ بشه گربه است. خواهش میکنم علی رضا، از صبح تا دنبال من را افتاده، همینطوری من تعقیب میکنه استا. حقمه. خواهش میکنم بچه، خواهش میکنم. دیوارهای ما نازک، همسایه سایه شما میشنوم. برو بیرون، همین الان برو بیرون. دیگه داری اون روی سگمون بالا میاری یا؟ من؟ نخی من. ساکت ساکت، شما دو نفر چه مرگتونه؟ بری بگو. استاد قهوه‌تون سرد میشه. بریم یه قهوه بخوریم ببینیم شما چطوره. حقش اینه که کفش خرجت کنه. نزاکت داشته باش شکو. بس کنید بچه‌ها، بس کنید دیگه. این مال شماست استاد. این که آب خالیه. همین که هست، همینشم برای شما زهره. اگر شوپنم یه همچین خدمتکار مثل من داشت به هیچ جا نمیرسید. این خیلیش هم مونده، نمیدونم چیکارش کنم. البته نیم قرنه با بدخلقی ها و کابوس های من ساخته. بازم به انصاف شما، وقتی مادر خدا بیامرزم تو کوچه های تهران پیداش کرد و بردش خونه، یه دختر بچه بود، ولی الان گیساش سفید شده. هم من باز اون جسه روزگار شدم، همون لهستانی آواره. خب دیگه بگذاریم.
خب شازده آقا شما بفهمید که امروز صبح از کون دنده بلند شدی که اینقدر بدخلقی؟ هرچی تقلا میکنم نمیتونم این آهنگو تموم کنم. نمیتونم. چرا؟ چون در ستایش زندگی و من نمیفهممش. تر خرف میزنی علی رضا. منو ببخشید استاد. من میبخشم. اما تو به بقیه هم بدهکاری. اونا چی؟ همون کسانی که بهشون وعده داده بودی که با آهنگا دنیا رو سرسال از زندگی بکنی. حتما انتظار داری که اونام تو رو ببخشن. چرا؟ چون مثل خر موندی؟ استاد. راست میگه خوب. شکو. شکو چی؟ شکو. چرا میخوای با جای ملودی های زیبای خودت مرد به حرفای ستای قاتت گوش بدیم؟ چرا علی رضا؟ صرف حساب چیه؟ هیچی، کرکره کشیده پایین مغازه رو تعطیل کرده. چیکار کرده؟ به حرفش گوش نمیده استاد. پس به تو گوش میدم، بگو. گفتم، دست و دلم به کار نمیره. انگار میخواد شاخه گوله بشکنه، آهنگ ساختن که کاری نداره. بلند شو بیا اینجا پشت پیانو. بلند شو بیا. بلند شو بشین پشت پیانو اینجا. بزن. نمیتونم. نمیتونی؟ سالها عمر تلف کردم واسه چی؟ که این متخلف نیم آمدی؟ خوشو اینجوری واسه اینجا ببین اینجوری فهمیدی؟ حالا بشی بزن. ستایش زندگی. فکر نمی کردم بتونم تمامش کنم، ولی احساس میکنم که توی مشتم. اما من به تو مدیونم. شکر تو فرشته نجات منی. تو کجای این شهر شلو بودی؟ تو کی هستی؟ اگه از این حرف رو بزنی خندم میگیره ها. کاب قربونه تو میشه یه دقیقه وقت تو به ما بدی؟ سوال دارم. ببخشین کاب مزاحمتون شدم. ما راهنه گم کردیم، میشه کمکمون کنی؟ کجا میخوای بری؟ ما؟ آبادان. مثل که حالتون خیلی خوبه، میخوای همچه بکنیم بین آبادان؟ پس ماشینه دیگه پوشن. حالا ما عدسشون در رفتیم، همه گم کردیم، گفتیم تو تهرون بگردی بعد بریم، اما خاله رانه گم کردم. حالا چرا زن از تهرون گرفتی؟ ما سالان که دوستش داشتم.
جنگ که تموم شدم اومدم سراغش گرفتمش. چه بامزه. خیلی هم کار خوبی کردی، الان یه آدرس بدونم مستقیم بری آبادان. ممنونتم ایلت خوب. حالا که آقامون بهتون آدرس داده، شما در عوضش به ما نقل بدین. محتمان چشم، پس شما درد نکنم. بفرمایید. مرسی، مبارک باشه. شما خیلی ممنونم. الان میرید تو همین دور میدون رو میزنی، بعد مستقیم میری خیابون حافظ. از حافظ ترمینال جنوب، از ترمینال جنوب اتوبان قم، از اونجا مستقیم بر آبادان. آره دیگه. ممنونم قضیه. حالا که داری میری یه چند تا گوغم بزنی. چش، ما ممنونتونم. مبارک باشه. قربونت برم خواه، خیلی محبت کردی. قربونت، خوش باشید ایشانا. خدا حافظ. خدا حافظ. فردای خودش خبر داره که من داشته باشم. یه روزی وقتی میگفتن عشق، از خنده روده بر میشدم، اما حالا دلم
داره تاب تاب میکنه و از خدا چیزی نمیخوام مگر اونی که این خوشبختی رو از من نگیره. پیداش کردم. خانم به چی فکر میکنه؟ بلند شو برو سینی و صبحونه رو بیار تا قطعه کاملش رو برات بزنم کیف بکنی. سلام دخترم. تو چرا قد دیر به من رسیدی شکر؟ تو این شهر شلوغ کجا گم شده بودی دخترم که من نمیدیدمت؟ هفته دیگه معلوم میشه این آهنگ به دل مردم میشینه یا نه. خوششون هم نایمد نایمد باید خوششون بیاد، ولی این آهنگی از چه گوشتم در ستایش زندگی به چه درد مردم میخوره؟ چرا این برای چی میریم؟ نمیریم خونه. هم تو باید نانوار بشی هم من. ببخشیدم این رو من بدیم. مرسی. اینو بپوشونم پسر. چشم. تعجب کردی؟ چه دکوپوزی واسه خودت جور کردی دختر؟ راستش بگو ببینم سر کیو به تاخ کوبیدی و جیبشو زدی ها؟ خوش بود ببینم چی میگم. منصور جون یه آقایی میدونم شک ندارم یه آقایی رو مشغول خودت کردی. فقط میخوام ببینم طرف سرش به تنش میارزه. تلفنتو به بعدم بهت زنگ میزنم. الان نمیتونم. یعنی چی نمیتونم؟ نمیتونم. برو دیگه. طرف اینه. سلام خانم. دوستم منصور شوهرم علیرضا هست. خوشبختم. مخلصیم. پول بده برین. چرا معطلی؟ خوبه؟ عالیه. برو دیگه فردا میام سراغه. یعنی چی فردا میام سراغه؟ من باید بفهم جریان چیه. نه خواهر جواب درستی بهم داد نه خودت. میگم برو لطفاً. لطفاً؟ این چیزا رو از کجا یاد گرفتی شیطون؟ از این پسر علیرضا عظمت. خداحافظ منصوره جون. خداحافظ شما. خیلی بی‌معرفتی. حالا دیگه ما رو دست به سر می‌کنی حق باز. کم تو زندون به رسیدم و ترخوشکت کردم. بریم علیرضا. بی‌معرفت، حالا دیگه منو تحویل نمیگیری؟ ما کلی با هم رفیق بودیم. حالا دیگه تعارفم نمی‌کنی ما رو برسونه. بفرمان سوار شید. قربون آدم با معرفت. من نمیدونم این چه مرگشه. یه وقتی عین بچه های دوقلو با هم چسبیده بودیم تو زندون. اگه زنهای همبنده بون نگاه چپ به این خانم میکردن گیستشون رو دور دستم میپیچوندم و دور حیات میدووندمشون. حالا ترمز کن. مگه بهت نگفتم ترمز کن؟
که دیوونه شدی تو. دیگه بیا پایین ببینم. خیلی خوب بده دیوونه شدی. بیا ببینم. خب دیوونه هست. ببین علی، من اصلا مقصر نیستم. بذار برات بگم. هیچی نگو. هیچ. درست زمانی که من گمون میکردم همه چی رو به راست، دیوار مخفی میان من و علیرضا فرو ریخت و او شکوه کریمی واقعی رو شناخت. من دیگه چیزی نداشتم که از اون پنهون کنم. خودم بودم، دختر بزهکار مفلوکی که به طمع پول همسر موقت جوانی شده بود که روزهای آخر عمرشو میگذروند. مواظب باش بها. مواظبم خانم. همه چی رو فهمید. یعنی چی فهمید؟ چطوری فهمید؟ چی رو فهمید؟ فهمید که فریبش دادیم و باهاش بازی کردیم. خدا لعنتت کنه دختر. آخه چرا؟ چرا فقط من رو لعنت کنه؟ پس شماها چی؟ شماها این بازی رو انداختیم. شماها از من یک عروس سیاه بخت درست کردیم. من به جهنم، من به جهنم. اما اون چی؟ جواب قلبی رو که شکستین چطوری میخواییم بدین؟ خواستین مرهم رو قلبش بذاریم اما نمک پاشیدیم. گفتم چه غلطی میخوای بکنی؟ میخوام برم گم شم، میخوام برم بمیرم، میخوام برم بشم همون شکوهی که به تو لعنتم نمیارزه. علی جان، در رو وا کن امو. من امو وا بدم. پیادته بچه بودی، قلم دوشت میکردم تا دستت به شاخ برگای درخت ها برسه که به بچه گنجش کن نون بدی. امو جون در رو وا کن. حالا به حرمت این 30 سال خدمتی که توی این خونه به پدر مرحومت، به مادرت و به تو کردم، امو جون در رو وا کن. میخوام رو تو ببوسم. میخوام ازت معذرت بخوام. پسرم در رو وا کن. خواهش میکنم. در رو وا کنم. در رو وا کن. من از تو گله ندارم امو.
هیچ کی گله ندارم. خانم کجا تشریف میبرن؟ جهنم. حالا بذار یه روز دیگه برو، فعلا بیا یه چای تازه تیار کن تا قطعه آخر آهنگم رو برات بزنم عقش کنی. تو رو شکستم و تو دل منو نشکست. من لایق تو نیستم، من دانشجو نیستم. این رو که قبلا فهمیده بودم. میدونی که من زیاد سواد ندارم، یه دختر یتیمم و برای اینکه سربار خواهرم و شوهرش نباشم نونم از راه دزدی در میآوردم، زندون رفتم. میفهمی یعنی چی؟ این حالم که امروز فهمیدم. راسته کارت چیه؟ یعنی چی بود؟ به زنها رو میزدم، انگوشتر طلایی که رو پیشخون طلا فروشی ها جا میمون. خلاصه هر زنی تو فروشگاه غفلت میکرد کیفش رو میزدم. قلب منو چجور زدی؟ خجالتم نده، بذار پیشت بمونم، بذار یه زن خوب باشم. ما چه کردیم؟ ما بیشتر خالی که نمیبندی؟ خیلی وقت بود تو فنی شدم رفته. عوضش چی گیرت اومده؟ یه قلبی که مثل قلب همه زنهای دیگه میتپه. We'll be right back.
متاسفم. متاسفم که کاری دستم بر نمیاد. بیفایده است. نه. Ha ha ha.